سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرزی هستم. در این برنامه از بسته شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی ایران خواهیم گفت. نگاهی داریم به واکنش‌ها به آزمایش موشکی عماد در ایران. گزارشی داریم از تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریسم توسط عربستان سعودی و مروری خواهیم داشت به گفته‌های باراک اوباما در خصوص ضرورت تلاش بیشتر برای مبارزه با داعش. در پایان هم طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با ما خواهد بود با آخرین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. روز سه‌شنبه 24 آذر ماه شورای حکام با تصویب قطعنامه‌ای پرونده ابهامات موجود در فعالیت‌های اتمی ایران را مختومه و همه قطعنامه‌های پیشین خود را در مورد ایران لغو کرد. این قطعنامه گامی مهم برای اجرایی شدن برجام تلقی می شود. آمریکا از این قطعنامه استقبال کرده اما هشدار داده بسته شدن پرونده PMD مانع تحقیقات آینده آژانس نیست. تهران می گوید آماده است در چند هفته تعهدات خود را عملی کند و ابراز امیدواری کرده که به زودی تحریم ها برداشته شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای پرونده مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را بست. بر اساس قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه 24 آذر ماه به اتفاق آرا به تصویب رسید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 12 قطعنامه پیشین این شورا را لغو کرد که بین سال‌های 2003 تا 2012 درباره اجرای پادمان از سوی ایران و مطالعات ادعایی تصویب شده بود. اقدام روز سه‌شنبه شورای حکام آژانس که 35 کشور عضو آن هستند پس از آن صورت می‌گیرد که مدیر کل این نهاد بین‌المللی ماه پیش گزارش داد ایران در گذشته بر روی پروژه‌های از سلاح هسته‌ای کار کرده اما اقدام‌های ایران از مرحله مطالعاتی فراتر نرفته بود. قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مدیر کل آژانس خواسته هر زمان که احساس کرد موردی برای نگرانی وجود دارد موضوع را به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد. حامیان توافق میان ایران و شش قدرت جهانی معتقدند این موافقتنامه به آژانس قدرت بیشتری می‌دهد تا تأسیسات هسته‌ای را بازرسی کرده و بر فعالیت‌های آنها نظارت داشته باشد. از سوی دیگر زمان دستیابی احتمالی ایران به سلاح هسته‌ای را طولانی‌تر خواهد کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز سه‌شنبه 24 آذر ماه در نشست شورای حکام گفت ایران باید گام‌های نهایی ضروری را برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک با گروه 5 به علاوه 1 به اتمام برساند. آغاز اجرای توافق هسته‌ای پس از آن خواهد بود که آژانس تکمیل این گام‌ها را اعلام کند. تصویب قطعنامه شورای حکام یک پیروزی نمادین برای ایران است ولی به رغم بسته شدن این پرونده بازرسان آژانس همچنان بر برنامه هسته‌ای تهران نظارت خواهند داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن پرونده ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران استقبال کرد اما گفت بسته شدن این پرونده به این معنی نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در آینده پیش بیاید آژانس از تحقیقات در این مورد منع شده باشد. آقای کری تصریح کرده این قطعنامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راست آزمایی برجام متمرکز کند. در واکنش به بسته شدن پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفته این قطعنامه بسیار فراتر از بستن موضوع موسوم به PMD رفته و رسما 12 قطعنامه پیشین شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران که حاوی اتهامات و محدودیت‌های جدی برای برنامه هسته‌ای کشور بود را لغو کرده است. وی تصریح کرد گزارش اخیر آمانو با همه نقاط ضعف آن به طور رسمی عدم انحراف برنامه هسته‌ای به سوی فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز را تایید کرده. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام هم گفته با بسته شدن پرونده ابعاد نظامی فعالیت ایران در شورای حکام تهران تعهداتی که باقی مانده و تعهداتی که مقدمات آن انجام شده را طی 2 تا 3 هفته به پایان می‌رساند.
وی در گفتگو با برنامه تیتر امشب شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته از مهمترین تعهدات ایران یکی به تأسیسات آب سنگین عراق و دیگری به ذخایر اورانیوم غنی شده مربوط می شود و الان این دو کار کلیدی را شروع کرده ایم. وی افزود بقیه تعهداتی که در جمع‌آوری سانتریفیوژهای اضافه و بحث‌های نظارتی داشتیم را که از قبل شروع کردیم کامل خواهیم کرد. رئیس ستاد پیگیری برجام همچنین گفته فکر میکنم شورای حکام آنچه که مد نظر ایران بود را به طور کامل انجام داده. آقای عراقچی گفته ما در مورد عراق و سانتریفیوژ ها تعهداتی داشتیم. آنها هم درباره پی ام دی و دستورالعمل ها تعهداتی دارند. وقتی اینها انجام شد و آژانس گواهی کرد این اقدامات طبق برجام بوده، به روز اجرایی شدن میرسیم و در آن روز آقای ظریف و خانم موگرنی به نمایندگی از طرف مقابل طی بیانیه مشترک آن روز را اعلام میکنند. به ابراز امیدواری کرد این روز اوایل ژانویه یا حداکثر اواسط ژانویه باشد. در آن روز تحریم هایی که قبلا قانون آن صادر شده عملا برداشته می شود و همه آن آثار از آن روز خود را نشان خواهد داد. اما یک تیم از ناظران تحریم های ایران می گوید تهران با انجام آزمایش موشکی اخیر خود قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است. گفته می شود موشک دوربرد هدایت پذیر عماد توان حمل کلاهک هسته‌ای دارد. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در واکنشی به این آزمایش موشکی گفته آمریکا به خاطر انجام آزمایش موشکی عماد به تهران فشار خواهد آورد. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت آمریکا به خاطر انجام آزمایش موشکی عماد برای اقدام‌های عملی علیه تهران فشار خواهد آورد. نماینده آمریکا در سازمان ملل کشوری که همراه با بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار انجام تحقیقات در مورد آزمایش عماد شده بود، روز سه‌شنبه 24 آذر گفت واشنگتن فشار خواهد آورد تا اقدامات عملی در مورد نقض قطعنامه ها صورت گیرد. خانم پاور گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نمیتواند به ایران اجازه دهد اینگونه فکر کند که بدون هیچ مجازاتی میتواند قطعنامه ها را نقض کند. خانم پاور در عین حال بدون آنکه نامی از کشور خاصی ببرد گفت برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از توافق اتمی ایران و 5+1 با وجود مدارک و شواهدی که از نقض برخی قطعنامه ها وجود دارد از انجام اقدامات علیه تهران خودداری می کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به سفر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به مسکو گفت با وجود آنکه او در فهرست ممنوعیت‌های مسافرتی سازمان ملل است اقدامی علیه تهران نشده است. روسیه سفر آقای سلیمانی به مسکو را تکذیب کرده است. ایران و روسیه از مهمترین حامیان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می‌روند و گفته شده یکی از دلایل سفر فرمانده سپاه قدس به مسکو نیز در ارتباط با سوریه بوده است. خانم پاور گفت در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران ممکن است آن کشور تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر گیرد. در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز روز سه‌شنبه 24 آذر گفت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در صورتی از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد که مقام‌های اطلاعاتی تایید کنند این تحریم‌ها امنیت آن کشور را تأمین خواهد کرد. سخنان خانم پاور پس از آن ابراز شده است که یک هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی تایید کرده است که آزمایش مهر ماه موشک عماد توسط ایران ناقض تحریم‌های سازمان ملل بوده است. این گزارش که تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شده می‌گوید در آزمایش عماد از فناوری ممنوعه موشکی استفاده شده است. به گفته مقام‌های ایرانی، عماد نخستین موشک دوربرد ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پس از آن آزمایش با ارسال نامه‌ای به کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدامی در واکنش به آن شده بودند.
خبرگزاری فرانسه هم که یک نسخه از این گزارش 11 صفحه‌ای را دیده است، نوشت که هیئت کارشناسان نتیجه گیری می کند که پرتاب عماد توسط ایران ناقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است. شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010 طی قطعنامه 1929 ایران را از هر گونه آزمایش‌های موشکی با قابلیت حمل سلاح اتمی منع کرد که تا زمان به اجرا گذاشته شدن برجام توافق اتمی ایران و قدرت‌ها به قوت خود باقی خواهد بود. این گزارش برد موشک عماد را حداقل 1000 کیلومتر و ظرفیت بار آن را 1000 کیلوگرم ارزیابی کرده و گفته در پرتاب آن از فناوری موشکی بالستیک استفاده شده بود. تهران اعلام کرده بود که هدف از طراحی عماد حمله کلاهک هسته‌ای نیست. قرار است گزارش تازه در یک جلسه شورای امنیت برگزار شود. ماتیو رایکرافت سفیر بریتانیا در شورا گفت که این آزمایش نه ناقض مفاد برجام بلکه ناقض قطعنامه های پیشین شوراست. مقام های آمریکایی قبلا تایید کردند که آن آزمایش تأثیری بر اجرای توافق جامعه هسته‌ای با ایران ندارد. همزمان احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران اعلام کرد که ایران با مقامات روسی برای خرید تانک T-90 رایزنی کرده است. وی با اشاره به تهدید آمریکا برای تحریم مجدد ایران به دلیل پیشرفت در استفاده از موشک‌های پیشرفته گفت: ما به صحبت‌های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها کاری نداریم و متناسب با نیازهای خود ظرفیت‌های عملیاتی را مبتنی بر بازدارندگی و توان دفاعی بالا می‌بریم. اما عربستان سعودی با همکاری کشورهای مسلمان یک ائتلاف اسلامی ضد تروریسم تشکیل داده. هدف این ائتلاف مبارزه با هر گونه سازمان تروریستی عنوان شده. ایران و عمان عضو این ائتلاف نیستند و از عراق و سوریه هم نامی برده نشده. ائتلاف اسلامی ضد تروریسم در راستای تلاش بین المللی برای مقابله با تروریسم و حمایت از صلح و امنیت جهانی با کشورهای صلح دوست و مجامع جهانی همکاری و هماهنگی خواهد داشت. عربستان سعودی اعلام کرد ائتلافی اسلامی با حضور 34 کشور مسلمان برای نبرد با تروریسم تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، اعضای این ائتلاف عربستان، مالزی، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، بنگلادش، بنین، پاکستان، توگو، چاد، تونس، جیبوتی، ساحل آج، سنگال، سودان، سیرالئون، سومالی، فلسطین، قطر، کمر، کویت، گابون، گینه، لبنان، لیبی، مالدیو، مالی، مصر، مراکش، موریتانی، نیجر، نیجریه و یمن هستند. خبرگزاری سعودی 10 کشور اسلامی دیگر از جمله اندونزی را نیز حامی این ائتلاف معرفی کرده است. رهبری این ائتلاف نظامی بر عهده عربستان است و مرکزی برای هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات نظامی مشترک آن در ریاض تأسیس خواهد شد. هدف از تشکیل ائتلاف اسلامی مبارزه با هر گونه تروریسم عنوان شده است. در بیانیه‌ای که با امضای نمایندگان تمامی اعضای این ائتلاف منتشر شده است، بر حمایت از اعضای ائتلاف اسلامی در برابر تمامی گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن اعتقاد یا هدف آنها تأکید شده است. نمایندگان کشورهای عضو این ائتلاف تا کنون در مورد آن اظهار نظری نکردند و جزئیاتی از عملیات احتمالی آن نیز منتشر نشده است. در بیانیه‌ای که منتشر شده آمده است، تروریسم و جنایت‌های وحشیانش که شامل فساد فی‌الارض و از میان بردن سکونتگاه‌ها می‌شود، شرعاً حرام است و نقض خطرناکی برای کرامت انسانی و حقوقش از جمله حق حیات و حق امنیت به شمار می رود. همچنین منافع کشورها و جوامع را با خطر روبرو می سازد و ثبات آنها را تهدید می کند. در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها ایران و عمان عضو این ائتلاف نیستند.
یمن که درگیر جنگ داخلی است عضو این ائتلاف است، اما از عراق و سوریه نامی برده نشده است. ائتلاف اسلامی به رهبری عربستان در حالی شکل گرفته است که ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس در نبرد علیه تروریست‌های دولت اسلامی در سوریه و عراق است. وزیر دفاع عربستان محمد بن سلمان در مورد تشکیل ائتلاف اسلامی گفته است ما با تمامی سازمان‌های تروریستی مبارزه خواهیم کرد و نه تنها با گروه دولت اسلامی. عربستان سعودی پیشتر ائتلافی برای جنگ داخلی یمن تشکیل داده بود که هدف آن مبارزه با شیعیان شورشی یمن است. محمد بن سلمان ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی درباره این ائتلاف از مشارکت کشورهای عضو در این ائتلاف خبر داده و تأکید کرده این ائتلاف برای مقابله با تروریسم در عراق، سوریه، لیبی، مصر و افغانستان دست به اقداماتی خواهد زد. وی پیش بینی کرد که هماهنگی و حمایت بزرگی در این زمینه صورت گیرد. وزیر دفاع عربستان در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدامات بر مبارزه علیه داعش متمرکز خواهد بود پاسخ داده است نه فقط آن گروه بلکه هر سازمان تروریستی که در برابر ما قرار گیرد. عربستان سعودی و متحدانش حزب الله لبنان، اصحاب اهل حق، جیش المختار و حزب الله عراق را نیز در جمع گروه‌های تروریستی قرار دادند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است به تلاش خود برای انجام دور نهایی مذاکرات صلح یمن ادامه می‌دهد که قرار است روز سه‌شنبه 24 آذر ماه در سوئیس برگزار شود. مختار الرهبی مسئول دفتر ریاست جمهوری یمن اعلام کرده آتش بس در یمن از نیمه شب دوشنبه 23 آذر ماه عملا اجرا خواهد شد. به گفته منابع یمنی به رغم تلاش‌های مهم سازمان ملل هنوز اختلاف نظرهای مهمی میان نمایندگان دولت یمن از یک سو و نمایندگان هیئت حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح از سوی دیگر باقی است. این در حالی است که حوثی‌ها اعلام کردند که آنها اسلحه را تسلیم نخواهند کرد. قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت از حوثی‌ها می‌خواهد که سلاح‌هایی که از پادگان‌ها و مراکز نظامی به تصرف خود درآوردند را تحویل دولت داده و شهرهای اشغال شده را خالی و کلیه مؤسسات دولتی را به دولت بازگردانند. تا کنون چند بار برای برقراری آتش بس در یمن تلاش شده اما این تلاش ها با شکست روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر ضرورت مبارزه با داعش تاکید کرد و گفت لازم است کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش تلاش بیشتری برای مبارزه با این گروه انجام دهند. آقای اوباما به عنوان نمونه ای از دستاوردهای به دست آمده در مقابله با داعش تصریح کرد این گروه در عراق 40% بخشهایی را که در اختیار داشته از دست داده. ائتلاف ضد داعش از 65 کشور متحد آمریکا از جمله عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و قطر تشکیل شده. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 23 آذر از ضرورت سرعت بخشیدن به مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی سخن گفت. او از مأموریت اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه برای فراهم آوردن کمک‌های نظامی بیشتر از سوی همپیمانان واشنگتن در نبرد با داعش خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در پنتاگون نبرد با دولت اسلامی را مشکل خواند و برای پیشرفت در مبارزه با این شبکه تروریستی خواهان افزایش سرعت در نبرد شد. با این همه وی تأکید کرد داریم سخت تر از همیشه به داعش ضربه می زنیم. اوباما به پیشرفت هایی که تاکنون ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا داشته اشاره کرد و گفت دولت اسلامی بخش های قابل توجهی از مناطقی را که پیش از این در عراق و سوریه تصرف کرده بود از دست داده است و رهبران دولت اسلامی یکی پس از دیگری هدف ائتلاف قرار می گیرند. وی گفت رهبران دولت اسلامی نمیتوانند پنهان شوند و پیام ما با آنها ساده است. نفر بعدی شما هستید. ارتش آمریکا روز پنجشنبه 19 آذر اعلام کرده بود مدیر مالی گروه داعش در جریان حمله هوایی به شمال عراق جان خود را از دست داده است.
به گفته آمریکا دو تن از اعضای ارشد دیگر این گروه هم در جریان این حمله کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا، کشته شدن این سه نفر فرمانده کنترل نیروها و همچنین تأمین مالی این گروه را تضعیف خواهد کرد. باراک اوباما در حالی روز دوشنبه از ضرورت سرعت بخشیدن به نبرد با داعش سخن گفت که از زمان حوادث تروریستی پاریس که به کشته شدن 130 نفر انجامید و همچنین تیراندازی روز دوم دسامبر در برناردینو در کالیفرنیا که به کشته شدن 14 نفر انجامید مورد انتقاد شدید جمهوری خواهان است. باراک اوباما پس از وقوع این حوادث اطمینان خاطر داده بود که ایالات متحده مرعوب ترور نمی شود. گفته می شود نشست هایی که این روزها خارج از کاخ سفید برگزار می شوند نیز بخشی از تلاش های دولت برای کاهش نگرانی مردم آمریکا نسبت به وقوع حملات تروریستی در تعطیلات کریسمس و سال نو است. اگرچه دولت آمریکا اعلام کرده که در حال حاضر تهدیدی برای این کشور وجود ندارد، اما نبود هشدار پیش از حمله در کالیفرنیا این نگرانی را به وجود آورده که آیا آمریکا توان مقابله با حملات بالقوه به ویژه در زمان مناسبت‌های نظیر کریسمس یا آغاز سال میلادی را داراست. در این میان باراک اوباما از آغاز کار به نیروهای ویژه آمریکا در سوریه برای آموزش نیروهای محلی در مبارزه با داعش و حمله به رقه پایتخت خودخوانده این گروه تروریستی خبر داد. البته اوباما همچنان مخالف اعزام نیروهای زمینی گسترده به منطقه است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 24 آذر وارد مسکو شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره کاهش اختلافات بر سر حل بحران سوریه و مبارزه با داعش مذاکره کند. آمریکا و روسیه بر سر مسائلی چون نقش بشار اسد در روند انتقال قدرت سیاسی و همچنین فهرست گروه‌های مخالف حکومت سوریه برای شرکت در گفتگوهای صلح سوریه اختلاف نظر دارند. هدف از سفر جان کری به مسکو فراهم کردن زمینه برای دور سوم مذاکرات صلح سوریه و کاهش اختلافات است. اختلافات موجود میان آمریکا و روسیه باعث بروز تردیدهایی در خصوص برگزاری این دور از مذاکرات صلح شده که قرار بوده است در نیویورک برگزار شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 23 آذر گفت جان کری در مذاکرات خود با مقام‌های روس نگرانی واشنگتن در خصوص رویکرد مسکو در سوریه را مطرح خواهد کرد و اینکه روسیه به جای بمباران مواضع داعش همچنان در حال حمله به مواضع گروه‌های میانه رو است. هفته گذشته بیش از 100 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در نشستی در ریاض در عربستان شرکت کردند و چارچوبی را برای مذاکره با نمایندگان حکومت سوریه مشخص کردند. اما در ایران گزارش‌های ضد و نقیضی منتشر شده که صدور حکم انتصاب 8 زن در استان خوزستان به عنوان بخشدار مناطق مختلف به علت مخالفت علما و برخی نمایندگان مجلس خبرگان متوقف شده. انتصاب زنان در سمت‌های سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که گروهی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت حسن روحانی مخالف هستند. عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان مخالفت روحانیون با انتصاب بخشداران زن در این استان را تایید کرده است. آقای مقتدایی روز سه‌شنبه 24 آذر به خبرگزاری فارس گفت من به تمامی نظرات دلسوزانه‌ای که در خصوص انتصاب بخشداران زن وجود دارد احترام می‌گذارم. وبسایت محلی کارون پرس روز یکشنبه 22 آذر به نقل از یک مقام مسئول در استانداری خوزستان نوشت دستور توقف اجرای این احکام انتصاب از سوی وزیر کشور صادر شده است. این مقام مسئول که نامش فاش نشده علت توقف اجرای این احکام را اعتراض روحانیون و علما و تعدادی از چهره‌های فرهنگی استان نسبت به بکارگیری این حجم از خانم‌ها در مسندهای اجرایی اعلام کرده است. به گزارش سایت کارون پرس پس از افزایش اعتراض‌ها حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در تماس با علمای خوزستان به آنها گفته وزارت کشور مایل به ناراحتی آنها نیست.
جمال درویش مدیر کل روابط عمومی استانداری خوزستان در این رابطه گفت این احکام ملغا نشده و تنها برخی زنان از قبول سمت بخشداری انصراف دادند. فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان نیز با تکذیب خبر تعلیق احکام بخشداران زن گفت تاکنون چنین تصمیمی گرفته نشده است. یک مقام آگاه دیگر هم روز سه‌شنبه 24 آذر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت سه نفر از بخشداران زن حکم خود را دریافت کرده و پنج نفر دیگر به زودی معارفه خواهند شد. این منبع آگاه هم گزارش ها درباره لغو یا تعلیق احکام 8 بخشدار زن از سوی مقام های وزارت کشور را رد کرده است. استاندار خوزستان دوشنبه یه هفته گذشته طی احکامی 8 زن در استان خوزستان را به عنوان بخشدار مناطق مختلف این استان منصوب کرد. بر اساس حکم استاندار خوزستان، مریم ایوززاده، سحر احمدی آرپناه، اعظم شنبدی و بلقیس حسینی به ترتیب به عنوان بخشداران اهواز، لالی، هندیجان و ماهشهر محسوب شدند. حمیده آلبو اشیره، بتول سعیدی زاده، لیلا مسحنه و معصومه خنفری 4 زن دیگری هستند که به ترتیب به عنوان بخشدار خرمشهر، آبادان، شوش و کارون معرفی شدند. انتصاب زنان در سمت‌های سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که گروهی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت حسن روحانی مخالف هستند. تاکنون 13 زن به عنوان بخشدار در استانهای مختلف ایران منصوب شدند. در گزارش دیگر از خوزستان، حسین ملک خدایی فرماندار شهرستان بهبهان گفت از مجموع استخدامهای پالایشگاه بیدبلند 2 تاکنون 16.5% استخدامها مربوط به اهالی روستای شهرویی این شهرستان بوده است. جمعی از اهالی روستای شهرویی از توابع شهرستان بهبهان عصر سه‌شنبه 24 آذر در اعتراض به روند استخدامهای پالایشگاه بیدبلند 2 واقع در این شهرستان اقدام به بستن جاده منتهی به پالایشگاه کرده و سپس با ماموران انتظامی درگیر شدند که در این درگیری 1 نفر از اهالی روستا کشته و 2 نفر زخمی شدند. حسین ملک خدایی روز چهارشنبه 25 آذر به ایرنا گفت تاکنون 340 نفر برای اشتغال در پالایشگاه بیدبلند 2 بهبهان جذب شدند که 65 نفر آنان مربوط به روستای شهرویی می باشند. عملیات اجرایی پالایشگاه بیدبلند 2 بهبهان چند ماهی است که آغاز شده است و قرار است این پالایشگاه ظرف 2 سال آینده به بهره برداری برسد. فرماندار بهبهان افسود طرح ساخت پالایشگاه بیدبلند 2 که در دولت‌های قبلی تصویب شده بود به دلیل اختلاس بزرگ بانکی در بانک صادرات که تأمین کننده اصلی منابع مالی این پالایشگاه بود وارد مرحله اجرا نشد. در این قسمت از برنامه به ترکیه می رویم و با بهنام امینی خبرنگارمان همراه می شویم که ما را در جریان تازه‌های این کشور و منطقه قرار می دهد. سرانجام ترکیه در پی اعتراض شدید مقامات عراقی بخشی از نیروهای نظامی خودش واقع در موصل رو به شمال عراق منتقل کرد. اگرچه انتظار مقامات عراقی خروج کامل این نیروها از عراق بود، اما به نظر نمیرسه فعلا ترکیه قصد داشته باشه به طور کامل نیروهاش رو از عراق خارج بکنه. همزمان در جنوب ترکیه بار دیگه ناآرامی‌ها به دنبال اعمال مقررات منع رفت و آمد در مناطق کردنشین تشدید شده. روز چهارشنبه هم در درگیری پلیس این کشور با نیروهای پکاکا 8 نیروی مسلح پکاکا کشته شد و 3 پلیس ترکیه نیز زخمی شده.
اما شاید یکی از مهمترین رویدادهای هفته تشکیل ائتلاف ضد تروریسم کشورهای مسلمان بود به رهبری عربستان، که البته واکنش‌های متفاوتی رو هم به همراه داشت. برخی کشورها از این موضوع استقبال کردند، مثل ترکیه یا حتی ایالات متحده آمریکا، و البته برخی هم با کمی تردید و شک به موفقیت یا حتی هدف تعریف شده این ائتلاف نگاه کردند. اینکه اصولاً تا چه اندازه این ائتلاف میتونه موفق باشه یک پرسش هست، و پرسش اساسی دیگه این هستش که آیا اساساً این ائتلاف یک ائتلاف ضد تروریسم هست یا وزنه‌ای برای تنظیم موازنه قوا میان رقبای منطقه‌ای همچون عربستان یا ایران. بر روی عربستان اعلام کرده این ائتلاف با حضور 34 کشور مسلمان و با هدف مبارزه با هر گونه سازمان تروریستی بنا نهاده شده. در این ائتلاف جدید البته از ایران، عمان، سوریه و عراق نامی برده نشده و خب هنوز به صورت جزئی و روشن اهداف بعدی این ائتلاف توضیح داده نشده. اما پیرامون تحولات سوریه، گردش عقربه‌های ساعت لحظات حساسی رو یادآوری می‌کنه. مخالفان اسد به همراه نمایندگان دولت سوریه طی هفته‌ها و ماه‌های آینده باید در مورد سرنوشت و آینده این کشور جلسات مهمی رو برگزار بکنن. پیش درآمد این مسئله نشست نیویورک در روز جمعه بود. دیدار این هفته جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف در مسکو هم البته بسیار حائز اهمیت بود. دو کشور که مواضع متضادی در قبال رژیم اسد دارن، به نظر میرسه برای یافتن یک راه حل نهایی به همکاری بیشتری با هم خواهند پرداخت. تلاش برای تصویب یک قطعنامه در سازمان ملل متحد در مورد فرایند صلح سوریه مهمترین هدف نشست نیویورک بود. مجموعه تلاش‌های این چند ماهه قدرت‌های جهانی پیرامون سوریه در واقع تا به الان دو نتیجه عمده به همراه داشته. یکی توافق بر سر فرایند گذار و پروسه صلح در سوریه طی 6 ماه آینده، و دوم اینکه تا حدودی ترکیب و هیئت گروه‌های مخالف سوری که در این مذاکرات باید نقش آفرینی بکنند مشخص شده. همزمان با شروع مذاکرات صلح یمن در سوئیس، آتش‌بس یک هفته‌ای نیز از روز سه‌شنبه در این کشور به اجرا درآمده. برخی منابع خبری گفتند در نتیجه این مذاکرات و آتش‌بس، طرفین درگیر در یمن با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر سر مبادله تعداد 620 اسیر توافق کردند. بر اساس این توافق 360 نفر از حوثی‌ها و 260 نفر از نیروهای مقاومت مردمی آزاد خواهند شد. در روزهای اخیر شمار تلفات نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه افزایش یافته. اما این هفته در ایران پیکر نوجوان 17 ساله افغانی تشییع شد که تحت قالب تیپ فاطمیون به سوریه اعزام شده بود. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با ما از طریق فیسبوک و ایمیل برنامه که نشانی آنها برای صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد برنامه با ما در میان بگذارید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما هستم، شب و روز شما خوش.